داستان‌های فارسی سیندرلا. روزی روزگاری مرد ثروتمندی بود که همسر بیماری داشت. وقتی زمان مرگ او نزدیک شد، تنها دخترش سیندرلا را صدا کرد و از او خواست پیش او بیاد. دخترکم، وقتی من از دنیا رفتم، سعی کن ایمان خودت رو از دست ندی تا خدا همیشه مراقبت باشه. منم از بهش مراقبت هستم و همیشه همراه تو. و چشمهاش رو روی هم گذاشت و از این دنیا رفت. دختر بیچاره هر روز به گورستان می رفت و گریه می کرد. پدر سیندرلا زیاد سفر می کرد. تصمیم گرفت دوباره ازدواج کنه تا کسی مراقب سیندرلا باشه. همسر تازه او زنی بود که 2 تا دختر نوجوان داشت. حالا سیندرلا با یک نامادری بدجنس و 2 تا خواهرخوانده نامهربون زندگی می کرد. او به تدریج تبدیل به خدمتکار اونها شد و همه ی کارهای سخت خونه به عهده اون بود. یک روز سیندرلا مشغول تمیز کردن زمین بود. هر 2 خواهر خوندش روی مبل نشسته بودند و با ولع میوه می‌خوردند. بعد از اینکه میوه را خوردن، یکی از خواهرها پوست میوه را روی زمین انداخت. نامادری به اتاق اومد و آشغال‌های روی زمین رو دید. سیندرلا، زود زمین رو تمیز کنه دختره یک تنبل. نمیتونی یک کار درست انجام بدی تو؟ چشم مادر، همین الان. منو ببخش. سیندرلا باید آشپزی میکرد و ظرف‌ها رو میشست. منم میتونم غذا بخورم مادر. بعد از اینکه غذای ما تموم شد، تهمونده غذاها رو بخور. بازم شروع کردی؟ میز رو جمع کن و ظرفا رو بشور. سیندرلا ظرفا رو جمع کرد و اونها رو شست. جای خواب او هم زیر شیروانی بود. هر شب گریه می کرد و گرسنه می خوابید. چند تا موش کوچولو و پرنده که دلشون برای او می سوخت باهاش دوست شده بودن. یک روز پادشاه تصمیم گرفت مهمانی بزرگی ترتیب بده و همه مردم رو به این مهمانی دعوت کنه. او می خواست پسرش یکی از دختران زیبای شهر رو انتخاب کنه و با او ازدواج کنه. شاه تمام دختران شهر رو دعوت کرد. آهای مردم شهر، از طرف شاه پیغام دارم. همه در روز شنبه به مهمانی شاه دعوت هستند. او در این مهمانی دختری رو برای ازدواج با شاهزاده انتخاب خواهد کرد. همه خوشحال بودند و از شادی بالا و پایین می پریدن. سیندرلا هم خوشحال و هیجان زده بود، چون همیشه دوست داشت قصر پادشاه رو ببینه. خواهرخوانده های سیندرلا با جار و جنجال خودشون رو برای مهمانی آماده می کردن. دخترا، زود باشین آماده شین برای مهمونی. می خوام که شاهزاده با یکی از شما دوتا ازدواج کنه و تو سیندرلا باید به هر دوشون کمک کنی آماده شن. دخترای من باید مثل شاهزاده ها به نظر برسن. یکیشون به زودی همسر شاهزاده میشه. مادر، شاهزاده حتما با ما ازدواج میکنه. سیندرلا، کمکم کن لباسم رو بپوشم. نه سیندرلا، بیا اینجا، من با شاهزاده ازدواج میکنم. سیندرلا خیلی مهربان بود و به هر 2 تا خواهرش کمک میکرد. کاش منم میتونستم برم اونجا. میشه که منم بیام؟ من خیلی دوست دارم تو مهمونی قصر شرکت کنم. امکان نداره. به خودت نگاه کن، حتی یه لباس هم نداری که بپوشی. همه بهت میخندن و ما باید خجالتش رو بکشیم. چطور حتی به خودت اجازه میدی چنین سوالی بکنی؟ اونها عازم مهمانی بزرگ شاه شدند و سیندرلا رو گریان در خانه تنها گذاشتند. سیندرلا به یاد لباس عروسی مادرش افتاد، اما وقتی که پیداش کرد، دید که کهنه و پاره شده.
مشغول دوختنش شد و دوستان کوچولوی او یعنی پرنده ها و موش ها هم به کمکش اومدن. این خیلی وقت میبره تا تموم بشه، مهمونی هم تموم شده. ناگهان یک فرشته مهربان ظاهر شد. گریه نکن فرزندم، من تو رو میفرستم به مهمونی. ها؟ شما کی هستین؟ چطور ممکنه من بتونم برم مهمونی؟ همه لباسای من پاره شده، من هیچ لباس دیگه ای ندارم. قصه نخور دختر عزیزم. اجی مجی لا. لباس کهنه سیندرلا به یک لباس خوشگل تبدیل شد و با یک اشاره فرشته مهربان یک جفت کفش بلورین هم مقابل پاش جفت شد. دوستان کوچولوش روی یک کدو تنبل بالا و پایین می پریدن. فرشته مهربون کدو تنبل رو به یک کالسکه زیبا، موشها رو به اسب و پرنده رو هم به یک کالسکه تبدیل کرد. ولی فرشته مهربون، خواهر خونده ها و نامادری منم اونجا هستن. اگه منو ببینن از دستم عصبانی میشن. نگران نباش، من نمیذارم تو رو ببینن. آه، خیلی ممنونم فرشته مهربون، شما خیلی خوبین. یادت باشه دخترم، این جادو فقط تا نیمه شب ادامه داره، تا اون موقع باید برگردی خونه. آه حتما فرشته مهربون، حتما مواظبم. سیندرلا خداحافظی کرد و به طرف مهمانی به راه افتاد. وقتی وارد سالن رقص شد، همه سرها به طرف اون چرخید. حتی خواهرخوانده‌ها و نامادریش هم نتونستن اونو بشناسن. عجب دختر زیباییه. شاهزاده زیبا هم او رو دید و با همون نگاه اول یک دل نه صد دل عاشقش شد. او به طرف سیندرلا رفت. خوش اومدین خانم زیبا. ممکنه افتخار رقص رو به من بدین؟ بله، البته. شاهزاده در تمام شب با هیچ کس دیگری نرخصید. نمیتونست چشم از سیندرلا برداره. سیندرلا تمام شب رو با شاهزاده رخصید و تقریبا یادش رفت که ساعت به نیمه شب نزدیک شده. ناگهان به یاد حرف فرشته مهربان افتاد و ساعت رو دید. ای وای، من باید برم خونه. ولی ما فقط. همینطور که می دوید یکی از کفش‌ها از پاش بیرون اومد. وقت زیادی نداشت که کفش رو برداره. تازه شاهزاده هم داشت دنبالش می دوید. به سرعت سوار کالسکه شد و از اونجا رفت. شاهزاده کفشش رو دید و فوراً اون رو از زمین برداشت. چرا اون فرار کرد؟ ساعت 12 شد و درست وسط راه کالسکش ناپدید شد و دوباره به شکل یک کدو تنبل در اومد. سیندرلا از یک راه میانبر بالاخره خودش رو به خونه رسوند. من باید پیداش کنم، حتی اگه مجبور باشم همه کشور رو بگردم. من باید به هر قیمتی شده این دختر رو پیدا کنم. شاهزاده به قدری مشتاق پیدا کردن او بود که به سربازانش دستور داد دنبالش بگردن. اونها هم خونه به خونه شروع به جستجو کردند. تمام دختران شهر کفش را امتحان کردند، اما کفش به پای هیچ کس نمی خورد. تا اینکه بالاخره به خونه سیندرلا رسیدند. خوش آمدید قربان. خانم، آیا شما دختری دارید که به مهمانی شاه آمده باشه؟ بله، هر دوتا دختر من دیشب در مهمانی رقص بودم. پس خبرشون کنید تا این کفش رو امتحان کنن. ما به دنبال دختری هستیم که صاحب این کفشه. آه، ممکنه مال یک از دخترهای من باشه. الان صداشون میکنم. خواهرها کفش رو امتحان کردن و سعی کردن پاشون رو توی کفش جا بدن، اما کفش اندازشون نبود. دختر دیگه ای هم در خانه هست؟ نه، من فقط دو تا دختر دارم، همین. نامادری سیندرلا او رو در اتاق زیر شیروانی حبس کرده بود تا نتونه کفش رو امتحان کنه. ما باید همه خونه رو بگردیم. بالاخره یکی از سربازها اتاق زیر شیروانی و در قفل شده رو دید. ببینم کسی اینجاست؟ نامادری هم به دنبالش رفت.
نه نه، کسی اینجا نیست. لازم نیست وقت خودتون رو تلف بکنین. سرباز قفل در رو شکست و وارد اتاق شد و در کمال تعجب دختری رو دید که کنار پنجره نشسته. یه دختر پیدا کردم. شاهزاده و سربازهاش همه دور او جمع شدند و از سیندرلا خواستند تا کفش رو امتحان کنه. کفش درست اندازه پاش بود. نامادریش خیلی تحجیب. بالاخره شما رو پیدا کردم. به هم بگین اسمتون چیه؟ سیندرلا. شاهزاده همون موقع از سیندرلا تقاضای ازدواج کرد. سیندرلا، با من ازدواج میکنی؟ البته، بله. شاهزاده دستش رو گرفت و اون رو بوسید. بعد هم به همراه سیندرلا به سمت قصر براه افتاد. شاه و ملکه از دیدن سیندرلا خیلی خوشحال شدند. پدر سیندرلا رو هم دعوت کردند تا برای مراسم به اونها ملحق بشه. سیندرلا و شاهزاده بالاخره با هم عروسی کردند و زندگی خوشی رو در کنار هم آغاز کردند.